عنوان درس دوم هست Present Continuous که در زبان فارسی میشه حال استمراری در زبان انگلیسی حال استمراری رو در پنج مورد ما میتونیم استفاده کنیم مورد اول now یا الان مورد دوم هست فعالیت هایی که در حال حاضر مشغول انجام اونها هستیم مورد سوم زمانی هستش که میخوایم تصاویر رو توصیف کنیم و راجع به تصاویر صحبت کنیم مورد چهارم وقتی هستش که میخوایم راجع به عادت ها صحبت کنیم و مورد پنجم هم زمانی که در مورد آینده میخوایم صحبت کنیم کنی می میتونیم از present continuous استفاده کنیم در قسمت های بعدی تک تک این موارد رو توضیح میدیم و براشون مثال میزنیم که چجوری در زبان انگلیسی میتونیم ازشون استفاده کنیم الان میخوایم با ساختار زمان حال استمراری آشنا بشیم و ببینیم که به چه جملاتی حال استمراری میگرد. به این مثال ها توجه کنید الان نشستم داره درس میخونه دارم تلویزیون تماشا میکنم این جملات بیانگر این هستن که الان کاری در حال انجام شدنه وقتی کاری رو همین الان انجام میدید و مشغول انجام اون کار هستیم از حال استمراری استفاده میکنیم این نکته رو مد نظر داشته باشید که حال استمراری دو تا نشونه داره نشونه اولش کلمه الان هست مثل جمله شماره یک الان نشستم و نشونه دوم جملات حال استمراری کلمه دارم شما شماره دو رو نگاه کنید میگه داره درس میخونه دارم تلویزیون تماشا میکنم این نکته رو مد نظر داشته باشید که گاهی مواقع الان و دارم با همدیگه ما میتونیم استفاده کنیم مثلا میتونم بگم که الان دارم تلویزیون تماشا میکنم الان داره درس میخونه یا فقط یه دونه از اونها رو استفاده میکنم الان نشستم الان ایستادم داره درس میخونه بنابراین هر وقت خواستید ببینید که آیا جمله حال استمراری هست یا نه از نشانه های الان و دارم استفاده کنید اون موقع به راحتی میتونید تشخیص بدید که آیا اون جمله حال استمراری هست یا نه الان ببینیم که جملات حال استمراری رو در زبان انگلیسی چجوری میتونیم درست کنیم. اول باید سابجکت یا فایل رو بیاریم و بعد از اون یکی از فیلهای am, is یا are رو که متناسب با فایلمون هست استفاده میکنیم و بعد از اون فعل رو میاریم و در نهایت به فعلمون یک ing اضافه میکنیم. الان به این مثال ها توجه کنید. بگم که I am مخفف شدهش میشه I'm driving. I am driving. I'm driving. He, she, it is working. We, you, they are doing در واقع اینها جملات حال استمراری هستند و به این صورت ما به سادگی میتونیم جملات حال استمراری رو درست کنیم الان بریم با هم دیگه چند تا مثال ببینیم مثال اول Please don't make so much noise. I'm trying to work. میگه لطفا این همه سر و صدا نکن دارم سعی میکنم که کار کنم Please don't make so much noise I'm trying to work Number two Where is Mark? He's having a shower He's having a shower داره دوش میگیره Number three The population of the world is increasing very fast. The population of the world is increasing very fast. Number four. Let's go out now. It isn't raining anymore. It isn't raining anymore. Number five. What's all that noise? What's going on? What's going on یعنی چه خبره؟ چه اتفاقی داره میافته؟ گفتیم که یکی از موارد استفاده زمان حال استمراری زمانی هستش که میخوایم در مورد current activity یعنی فعالیت های حال حاضر صحبت کنیم این بردار رو در نظر بگیرید این بردار زمانی هست و این دو تا نقطه‌ای که مشخص شده یعنی برهه زمانی و در این برهه زمانی ما مشغول انجام یک فعالیتی هستیم به این منظور نیست که همین الان اون کار رو داریم انجام میدیم نه به این منظور هستش که در این برهه زمانی مشغول انجام کاری هستیم الان بریم با دیدن چند تا مثال این موضوع روشن‌تر شه مثال اول Kate wants to work in Italy, so she's learning Italia. میگه کیت میخواد به در ایتالیا کار کنه بنابراین او الان مشغول یادگیری زبان ایتالیاییه یعنی در این برهه زمانی داره ایتالیایی یاد میگیره مثال دوم Some friends of mine are building their own house. They hope to finish it next summer. دوباره در این بره زمانی دوستان من مشغول ساختن خونه هاشون هستن. امیدوارن که تا تابستان بعد اون رو تموم کنن. مثال شماره رسه: I must get back to the office. We are working on a new project. میگه باید به دفتر برگردم مشغول کار روی یک پروژه جدید هستیم یعنی در این برهه زمانی داریم روی یک پروژه جدید کار میکنیم شماره چهار I'm quite busy these days این روزا سرم واقعا شلوغه. I'm doing a course at college. تو این برهه زمانی یه دوره توی دانشکده برداشتم و دارم اون رو تکمیل میکنم I'm doing a course at college مورد بعدی استفاده از زمان حال استمراری زمانی بود که میخواستیم راجع به عادت ها صحبت کنیم اما کدوم یک از عادت ها؟ یک عادت های جدید عادت هایی که موقت هستند و عادت های چندش آور و آزار دهنده در چنین مواقعی میایم از زمان حال استمراری استفاده میکنیم مثلا he's eating a lot these days ممکنه که جزو عادت های جدید یا عادت های موقتش باشه شاید هم ممکنه ای که این عادت ما رو اذیت کنه این روزا خیلی میخوره این روزا پرخوری میکنه شماره دو you're smoking too much خب این عادت ما رو اذیت میکنه You're smoking too much جمله شماره سه Tim is never satisfied یعنی تیم هیچ وقت راضی نیست He's always complaining در زمان حال استمراری میتونیم از کلمه always هم استفاده کنیم یعنی همیشه داره شکایت میکنه همیشه داره نق میزنه He's always complaining و این عادتش آزاردهنده است. شماره چهار. Harry and Sally are always arguing. هری و سالی همیشه در حال جر و بحث هستند. Harry and Sally are always arguing. از زمان حال استمراری برای صحبت کردن درباره زمان آینده هم میتونیم استفاده کنیم که در مبحث زمان آینده به طور کامل به این موضوع پرداخته شده و اون رو توضیح دادم و اینجا فعلا با هاش کاری نداریم و توضیحی خدمتتون ارائه نمی کنم. عنوان این قسمت هست Present Continuous vs present simple یعنی اینکه کجا از حال استمراری استفاده کنیم و کجا از حال کامل استفاده کنیم برای حال استمراری گفتیم که دو تا نشونه داریم اگر که خاطرتون باشه و در زبان انگلیسی برخی از افعال وجود دارن که از اونها معمولا در زمان حال استمراری استفاده نمی کنیم. به این افعال افعال حالتی یا state of verb گفته میشه اما ببینیم که این state of verb ها چیا هستند اولیش هست possession یعنی افعالی که به مالکیت اشاره دارند و گروه دوم هستند sense افعالی که به حواس مرتبط هستند سومی emotions افعالی که برای بیان احساسات می باشند چهارمی verbs of opinion افعالی که برای ابراز نظر استفاده می شن. پنجمی mental state حالت روحی و روانی هستند و برخی دیگه از فعلهایی که در زبان انگلیسی موجود هستند الان بریم برای هر کدوم چند نمونه ببینیم که سیتی ورپا کدوم ها هستند الان توی این قسمت قصد داریم که چند تا نمونه از فعل های مرتبط با هر گروه رو با هم دیگه ببینیم گروه اول possession مثل have own possess contain include اینها فعل هستند که مرتبط با مالکیت هستند و برای حواس مثل حواس پنجگانه see hear taste touch feel برای احساسات love like dislike hate want need برای ابراز نظر agree deny deny یعنی انکار کردن believe باور داشتن consider مورد نظر قرار دادن know دانستن mental state مثل forget, remember, realize, understand, promise. و سایر افعال مثل او یعنی بدهکار بودن Depend, seem, blonde, matter. اینها فعل هایی هستند که معمولا بدون آینجی در زبان انگلیسی استفاده میشن. در این بین البته استثناءاتی هم وجود دارند بریم سراغ استثناء ها میگم که I think Mary is Canadian یعنی به نظر مری کانادایی هستش I'm thinking about the problem یعنی دارم به این مشکل فکر میکنم مثال بعد I come from Iran یعنی اهل ایران هستم حالا همین جمله رو میتونم به این صورت هم بگم I'm coming from Iran این به معنی سفر کردنه یعنی از ایران به اینجا سفر کردم Do you see that house? اون خونه رو میبینی؟ Jim is seeing his boss یعنی قرار ملاقات داشتن Jim is seeing his boss قراره که رئیسش رو ملاقات کنه I love یا enjoy parties که به این صورت هم گفته میشه I'm loving this party I'm enjoying this party یعنی از این جشن دارم لذت میبرم Holidays cost a lot of money یعنی که تعطیلات کلی هزینه بردار هستش رفتم به تعطیلات هزینه داره و میگم this trip is costing me a lot of money. این سفر کلی هزینه رو دستم گذاشته. Holidays cost a lot of money این به صورت کلی هست. This trip is costing me a lot of money. یعنی این یک سفر خاص کلی هزینه برای من داشته. مثال بعد I have a car یعنی یک ماشین دارم. حالا اینجا میگم I'm having some کافی اینجا فعل هم به معنای نوشیدن یا آشامیدن هستش I'm having some کافی یعنی اینکه دارم قهوه می نوشم استثناء بعدی که داری مرتبط با فعل look و feel هست این دو فعل رو هم میتونیم در زمان حال ساده و هم حال استمراری استفاده کنیم و معناشون هم تغییر نمیکنه و یک معنا خواهند داشت. به مثال توجه کنید میگم که how do you feel now همین جمله رو میتونم بگم how are you feeling now you look well today you're looking well today در واقع در هر دو حالت معناشون یکسان هستش و هیچ تغییری در معنا اتفاق نمیفته تو این قسمت قصد دارم که در مورد حال استمراری با افعال تو بی صحبت کنم به این مثال توجه کنید He is selfish He is being selfish وقتی که میگم He is selfish در واقع دارم در مورد شخصیت اون فرد صحبت میکنم خصلت های فردی اون شخص personality he is selfish یعنی خودپسنده خودخواهه و این جزو خصلت های شخصیتی این فرد هست اما زمانی که میگم he is being selfish به این معنا هست که الان داره خودپسندانه پسندانه رفتار میکنه وقتی که ایز به علاوه بینگ و یک صفت میاد یعنی اون رفتار الان داره ازش سر میزنه به این مثال توجه کنید I can't understand why he's being so selfish میگه درک نمی کنم که چرا اینقدر خودپسندانه داره رفتار میکنه He isn't usually like that یعنی اینکه همچین شخصیتی نداره مثال بعدی he never thinks about other people میگه اصلا به مردم فکر نمیکنه مردم براش مهم نیستند he is very selfish شخصیتشه و بسیار هم خودپسند و خودخواهه بنابراین این نکته یادتون باشه هر موقع میگیم am is are being داریم راجع به رفتار اون شخص در اون لحظه صحبت میکنیم we only use am is are being to talk about behavior تو قسمت آخر قصد دارم که در مورد چند تا از نکات املایی صحبت کنم اگر آخر حرفی به ای خط بشه با اضافه کردن آی جی، اون ای حس میشه به این مثال توجه کنید take taking پرسیو receiving create creating همونطور که ملاحظه میکنید آخر همه فعل ها ای داشتن که با اضافه شدن آی حس شدند دومی اگر فعلی یک بخشی باشه و حرف آخر بی صدا و قبل از اون صدادار باشه حرفش رو دوبار تکرار میکنیم مثلا ران آخرش ان هست زمانی که آی بخوایم جی بخواییم بهش اضافه کنیم اون ان تکرار میشه رانینگ سویم اگر که آی اضافه کنیم اون ام دوباره تکرار میشه سویمینگ ست که میشه سرنگ سومی فعل دو یا چند بخشی اگر حرف آخرشون بی صدا باشه و قبل از اونها با صدا باشه و البته استرس در سیلاب آخر باشه باز هم حرف آخر تکرار میشه به این فعل توجه کنید ادمت استرس روی سیلاب آخریه حرف آخر تی هستش قبل از تی هم داریم آی و زمانی که ing اضافه کنیم تی رو دوباره تکرار می کنیم یه مثال دیگه بگین آخرش ان هست اگر که ing اضافه کنیم ان تکرار میشه Beginning. مثال بعد Prefer. استرس روی سیلاب آخر هست زمانی که اضافه کنیم آر تکرار میشه preferring درس این جلسه هم همینجا به پایان میرسه و امیدوارم که نهایت استفاده را از درس امروز برده باشید در صورت داشتن هر گونه پیشنهادات یا انتقادات خوشحال میشم که نقطه نظرات خودتون رو از طریق راه های ارتباطی زیر به ما منتقل کنید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم موفق و پیروز باشید.